شدیدی میکنم. چقدر انستگرام عوض شده، چقدر این زیر چیز داره، آپشن داره. سلام سلام، میگه وای چقدر دلم برای تنگ شده. منم دلم براتون خیلی تنگ شده، ولی این مدت خیلی اذیت شدم. شما فکر میکنیم مثلا تو این مدت من احتمالاً داشتم وکیشن میکردم، استراحت میکردم، بهم خیلی خوش میگذشته، شما رو فراموش کردم، ولی اصلا اینطوری نیست. چرا موهام این شکلیه؟ سلام سلام، کجا بودی حالا نوشته؟ سب کن تازه رسیدی. او مای گاد، سب کنی کم عرقت خشک بشه. خیلی چیز میذارم بهتون بگم، وای چقدر عوض شده اینستاگرام. معلومه که خیلی نبودم، قلبم داره خیلی میزنه. دیشب من فقط 2 ساعت خوابیدم، باورتون میشه؟ بچه من خیلی لاغر شدم، یعنی خیلی لاغر شدم، موهام هم کوتاه کردم. وای موهام خیلی افتضاح شده. بهتون میگم حالا چرا کوتاش کردم. بذار بهتون بگم. سلام سلام، تازه بچه ها دارن میان، زود باشین، میخوام خیلی چیز میذارم بهتون بگم، امیدوارم که وقت کنم بهتون بگم. سلام، وای دلم براتون خیلی تنگ شده. نمیخوام گریه کنم، نمیخوام گریه کنم. او مای گاد، داشتم میخونی کامنت ها رو. آره دارم میخونم. سلام، تازه بچه ها دارن میان. سلام سلام، ببخشید نمیخوام گریه کنم، نمیدونم چرا گریه کردم، چون فکر کنم چون شما رو دیدم گریه انگره. سلام سلام، زود باشین، الان چند وقت حساب کنید من نگاه کنم. بچه ها کجا لایو رو چیز می نویسن؟ نمیدونم کجا می نویسنش دیگه. تایم رو کجا می نویسن؟ سلام، زود باشین بیاین. کلی حرف دارم براتون بزنم، از بدبختی هم، از بلاهایی که سرم اومده تو این مدت. شما فکر کردین مثل من خیلی بهم خوش گذشت؟ مردم مثلا چند وقتی که از حالا از اینستاگرام یا از یوتیوب کنن، از شبکه‌های اجتماعی فاصله میگیرن، به خاطر اینکه میرن تفریح میکنن، میرن نمیدونم خب بهشون خوش میگذره، با خانواده هاشون هستن. میدونی من این مدت بهم جهنم گذشت، یعنی جهنم بود، فقط جهنم بود. نمیدونم دیگه چطوری توصیفش کنم. اینم از بدبختی ها، اینم از یه دختر تنهایی که نمیدونم مهاجرت میکنه، فرار میکنه، زده هستش از مردم و از جامعه. نمیدونم اینم از ماجراجویی های من یا از شانس گند منه. نمیدونم بخندم یا گریه کنم. او مای گاد، اوکی بچه من دیگه گریه نمی کنم. خب اومدین؟ سلام سلام سلام،
میگن وای موهاتو چرا کوتاه کردی؟ بچه ها موهامو کوتاه کردم حالا قبل از اینکه بچه ها بیان بهتون بگم. میگه نکنه شوهر کردی؟ نه بابا این چیزا به ما نیومده. موهامو کوتاه کردم به خاطر اینکه من خیلی تحت استرس زیادی بودم. چقدرم بد کوتاش کردم، خودم کوتاش کردم. به خاطر اینکه تحت استرس زیادی بودم و نمیدونم بعضی مردم اینطوریان. من بعضی پسرا رو میشناسم که وقتی تحت استرس خیلی زیادی هستن موهاشون رو کچن میکنن. معمولا دخترا موهاشون رو خیلی کوتاه میکنن، پسرا نمیکنن. من این دومین بار، این باری که الان کوتاه کردم، این دومین باری که دارم کوتاهش میکنم. اولین باری که اینطوری من دپرس شدید شدید شدم و اینطوری کوتاهش کردم، پسرونه کوتاهش کردم، این وقتی بود که قبل از فرارم از خانوادم بود، قبل از فرارم از ایران بود. تحت فشار خیلی شدیدی بودم، دپرشن شدیدی داشتم و موهامو کاملا پسرونه زدم. یعنی کاملا، یعنی اینطوری بودم، اینطوری بودم، پسرونه کامل زدم. به خاطر اینکه نمیدونستم به خودم چی کار کنم و افکار خودکشی داشتم. آخرش هم که فرار کردم، خانوادم هم دیدن که موهامو تا اینجا کوتاه کردم. موهام خیلی بلند بود، موهامو تا اینجا کوتاه کردم. اصلا این خیالش هم نبود. مثلا نمیگفتن این دختر حتما یه مرگش هست، شاید دپرسه، شاید نمیدونم افکار خودکشی تو ذهنشه، شاید نمیدونم ناراحته، یه کمکی به حالش بکنیم، یه نگاهی بکنیم، بریم ازش بپرسیم چه مرگته. هیچی اصلا چیز نمی کردن، توجه نمی کردن. خب کوتاه کردی، خب به درک. میدونی چی میگم؟ این دومین بار، یعنی من به این حد، به این حد بدبختی و دپرشن و مریضی رسیده بودم که الان موهامو اینطوری کوتاه کردم. حالا خوبه، بعدم کوتاهش نکردم، ولی خب خیلی بلندم شده بود تا اینجا. سلام. اوکی، نمیدونم کسایی هستن، دخترایی هستن که مثل منن که وقتی خیلی ناراحت میشن، یعنی ناراحتی نیست، دپرشن شدید هم هستش که اینطوری میشن، یا تحت استرس خیلی زیادی هستن. اوکی، بذارید من براتون شروع کنم. ببینید، خب احتمال خیلی زیاد، ببینید من تو این مدت اینستاگرام نمی اومدم، دلیل داره. یعنی اینستاگرامم سر نمی زدم، نه اینکه فعالیت نکنم، اینستاگرامم سر نمی زدم، دلیل داره. این مدتی هم که فعالیت نداشتم توی پیجام به خاطر اینکه میخواستن سربنیستم کنن. من باورم نمیشه، یعنی حتی الان باورم نمیشه که دارم اینو بهتون میگم. میخواستن سربنیستم کنن و من در واقع اجازه اومدن به اینستاگرامم نداشتم یه جورایی. حالا بذار بهتون بگم. نکنه قبل از اینکه شروع کنیم، خب من بهتون بگم که آخر پلیس همه اینا رو تقصیر من انداخت، گفت آخرش برمیگرده به تو، تقصیر تویه، تو حتما یه چیزی گفتی، تو حتما یه کاری کردی که این بلاها داره سر در میاد. میدونی چی میگم؟ واقعا هم راست میگم، تقصیر منه. میدونین چرا؟ به خاطر اینکه من خنگم، خرم. فکر میکنم شما دوستای من هستین، مثلا دوره همی جمع شدیم، بعد من ساده مثل احمقان میشینم دلم رو براتون باز میکنم، هر اتفاقی برام افتاده، هر چی شده تو زندگیمو میام بهتون میگم. خب من نگاهم به شما اینطوری هستش، در صورتی که خیلی از شماها الان از بین 31,000 نفری که دارین منو نگاه میکنین، خیلیاتون آرزوی مرگ منو دارین، قلبتون سیاهه، از من متنفرین، ولی من اینا رو نمیبینم. من فکر میکنم دوستامی و میشینم دلمو براتون باز میکنم و تمام هر چی تو دلمه مثل جمعی از دوستا میام بهتون میگم. آخرم پلیس تقصیر من انداخت، حالا مسئولیت کامل رو تقصیر من ننداخت، ولی آخرش به من گفت همش تقصیر خودت و از این به بعد باید خودت خیلی مواظب باشی. خلاص اینو بهتون بگم. بعد یه چیز دیگه هم بهتون بگم، حالا چیز میز در نیارین، من کلی چیز میز دارم بهتون بگم. فکر میکنم من 2-3 ماه یا بیشتر فعالیت نداشتم و تو این 2-3 ماه این جور چیزایی که داره برام اتفاق افتاده رو ببینید، یعنی استرس شدید گرفتم، اتفاق افتاده رو پاهم داره میلرزه. من نمیدونم شما متوجه میشین یا نه، اتفاق برام افتاده.
نوشتم چیزایی رو که میخوام بهتون بگم که همه رو یه جا بهتون بگم، هی نیام تیکه تیکه بهتون بگم و موضوع رو خیلی طولانیش کنم یا استوریش کنم. دوست ندارم اینطوری بشه. دوست دارم تو این تایم، حالا خوبه 10 دقیقه، دوست دارم تو این تایم بهتون بگم. خب چی شد تو این مدت؟ ببینید، بذار یه چیز رو بهتون بگم، بذار سر یه اشتوری بهتون بگم. یه جورایی من نمیفهمم چجوری یه اشخاصی آدرس خونم و شماره تلفن حقیقی دستشون افتاد و یه تایمی بود که یعنی قلبم داره میزنه، من نمیدونم بهتون بگم یا نه. و یه مدتی بود که به شماره حقیقیم، چون من چندین شماره دارم، خب به شماره حقیقیم که مثلا برای گاورمنت اینجا میدم، برای حکومت اینجا میدم، برای بانک اینجا میدم، شماره من نمیدونم ایران هم اینطور هست احتمالا، آره هست دیگه، مثل شماره دائمیه، مثل شماره دائمی، نمیدونم کیا، یعنی میدونم الان کیا شماره تلفنمو گیر آوردن. بعد یه مدتی همش صاف کنید، مدتی همش چیز مسیجای تهدید برام میفرستادن و عکس از خونه برام میفرستادن، خونه خودم، یعنی خونه که دارم توش زندگی میکنم. ما آدرستون میدونیم، ما میایم میکشیمت، ما میایم فلان کارت میکنیم، ما میدونیم کجایی، میدونی خیلی وحشتناک بود. من یه مدتی اگنور میکردم تا اینکه دیدم خیلی داره جدی میشه. بعد تصمیم گرفتم که اینو به پلیس بکشونم. من نمیخواستم به پلیس بکشونم، ولی دیدم دیگه چیز خیلی داره جدی میشه، خیلی داره جدی میشه این موضوع. خب خلاصه من نمیفهمم چطوری اینا شماره تلفن و آدرس خونمو پیدا کردن و این تهدید به مرگ و اینجور اکسا و اینجور چیزا رو، مسیجا رو برام میفرستادن. من نمیتونم مسیجا رو براتون نشون بدم، اجازه این کار رو ندارم، یعنی پلیس به من این اجازه رو نمیده. من نمیدونم حالا قوانین هر کشوری فرق میکنه، ولی اینجا وقتی که همچی کیسی برای همچی شخصی پیش میاد، اصلا پلیس این اجازه رو نمیده که جزئیات رو به کسی بگی، مخصوصا اتفاقا من بهشون گفتم، حالا تحقیق و اینا که داشتم میکردم، من میشون گفتم که اینستاگرام دارم و حس میزدن که از طریق اینستاگرام حالا من یه غلطی کردم، یه گوی خوردم، یه چیزی نشون دادم، من نمیدونم چطوریه که از اون طریق گیر آوردم. و به من گفتن بارها و بارها به من تذکر دادم که من هیچی نگم و علت این که نمی اومدم فعالیت نداشتم هم به خاطر همین موضوع بود. من دیگه اصلا نمیخواستم بیام اینستاگرام، اصلا دیگه نمیخواستم بیام اینستاگرام. به خودم گفتم اصلا واقعا ارزششو داره؟ من داره سلامتیم به خطر میفته، داره جون زندگیم به خطر میفته به خاطر مثلا این اینستاگرام؟ خلاصه آره، علت این که فعالیت نداشتم به خاطر که واقعا اجازه نداشتم، یعنی به خاطر امنیت خودم، به خاطر امنیت جانی خودم، من دست از اینستاگرام یه مدتی برداشتم و الانم که دارم بهتون میگم اصلا من اجازه ندارم چیز رو بهتون نشون بدم یا وارد جزئیات بهتون بشم، به صورت خیلی کلی، برای اینکه بفهمید من کجا بودم، تو چه بلاهایی بودم، جهنمی، تو چه استرسی من داشتم زندگی میکردم. او مای گاد، حالا میگن این دختر روانیه، یه بار میخنده یه بار گریه میکنه. شما اگر به جای من بودین به خدا شاید مرده بودین، واقعا شاید مرده بودین. من حالا به من میگن که تو واقعا مقاومی، دختر شجاعی هستی، الان من میفهمم. خلاصه
بذاری من بهتون بگم. آره سنم چی میگین؟ میگه اینا رو نگو که پرروتر نشن. من که جزئیاتو بهتون نگفتم و نخواهم هم گفت، در همین حد واقعا اجازه دارم بهتون بگم. پاهم داره میلرزه. کجاست باجر؟ نمیبینم هیچی رو. آره دیگه، خلاصه بذارید من این چیز رو بهتون بگم. میگه آقا قضیهش چیه؟ الان من قضیه فقط این قضیه نبوده، خب فقط قضیه این نبوده. ببینید وقتی یه موضوع خیلی بزرگی براتون پیش میاد، تمام جوانه به زندگیتون رو تحت تأثیر قرار میده. حالا این قضیه رفت، خب کاش که فقط این قضیه بود. حالا به خاطر این قضیه من دانشگاه ما بهتون گفتم آنلاین کورس گرفتم. کورس نمیدونم واحد میشه، درس میشه، کورس بهش میگن اینجا. یعنی مثلا 3-4 تا درس رو میتونی آنلاین بگیری، این آپشن رو داری. من 3-4 تا، نه بذار بهتون بگم، 3 تا کورس رو آنلاین گرفتم. خب بقیه‌اش سر کلاس بود، من سر کلاس نمی‌رفتم. حالا تا اینکه چون بهتون گفتم اون یه لایو دیگه بود، دانشگاهم دور بود، من آپشن آنلاینش انتخاب کردم و به خاطر این موضوع من متاسفانه نمیتونستم روی درسم اصلا تمرکز کنم. مجبور شدم 2 تا کورسم رو دراپ آف کنم. دراپ آف یعنی چی؟ یعنی ول کنم. آره ول کنم دیگه، یعنی ادامه ندم و فقط یه دونه کورس رو به زور، اونم خوب تشدید نشدم. یعنی اینجا نمره تشدید 12 هستش، من خوب به 12 که نه فیل، قبل از فیل نمیدونم چیه، دی هستش فکر میکنم یا سی هستش. خلاصه با یه نمره خیلی خیلی بدی پاس کردم. یعنی اینجا اینقدر کورس ها گرون هستن، من در لحظه آخر دراپ آفشون کردم، انداختم این کورس ها رو. حالا دوباره باید بیام دوباره پول بدم، چون که پولو به من پس نمیدن که، دوباره باید پول بدم دوباره اون درس ها رو چیز کنم. یعنی از دانشگاه هم عقب افتادم، احتمالا ترم بعد هم، به خاطر اینکه یه مقدار یعنی از لحاظ روحی من اینقدر خستم و داغونم، احتمال دیگه